در این درس پردازیم به یکی از آیتم های کنترل پنل به نام Region and Language که با استفاده از این آیتم میتونید تغییراتی رو در زمینه زبان کیبورد و تاریخ و ساعت انجام بدید. ما از طریق کنترل پنل وارد Region and Language میشیم. قسمت Region and Language. خب و از این قسمت میتونید تغییراتی رو انجام بدید که شامل چند تب هستش. در تب فرمت میتونید فرمت رو تغییر بدید که به صورت انگلیش هستش و ما اگه پرشین رو انتخاب کنیم به صورت فارسی نشون نمیده این فرمت، مثلا زمانمون رو، تاریخمون رو به صورت فارسی نشون نمیده، بلکه به صورت عربی هستش. من همون انگلیش رو انتخاب میکنم، انگلیش United States، در این حالت رو انتخاب میکنم و فرمت هایی که اینجا میتونیم انتخاب کنیم، میگه مثلا در اینجا میگه دوست داری به چه صورت نمایش داده، به صورت ماه روز سال، یا مثلا روز ماه سال، به چه صورت میخوای نمایش بدی. زمان هم به همین صورت میاد، میگه اولین روز هفته چی هستش. و ما اینجا تنظیماتی رو که در اینجا انجام بدیم، اینجا یه مثالی هم برای ما میزنه. در قسمت لوکیشن هم میگه لوکیشن چی هستش، که ما ایران هستش، ما باید ایران رو انتخاب کنیم. بعد در قسمت کیبورد اند لنگویج، در قسمت چنج کیبوردز میتونیم اینجا در قسمت جنرال اینجا میتونیم یک زبانی رو به کیبورد اضافه کنیم. من اینجا اد میکنم زبان مثلا پرشین رو میخوام به کیبوردم اضافه کنم که بتونم فارسی هم تایپ کنم. پرشین رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم، الان پرشین انتخاب میکنم. در قسمت هم میگه زبان پیشفرض رو انتخاب کنم، میخوام انگلیش باشه یا فارسی باشه، که مثلا اگر پرشین رو انتخاب کنم به صورت پیشفرض فارسی تایپ میشه. خب در قسمت لنگویج بار هم میگه که اینجا اگه ما این قسمت رو انتخاب کنیم، در آیکون نمایش زبان بر روی دسکتاپ نمایش داده میشه، اما اگر روی این قسمت رو انتخاب کنم روی تسک بار نمایش داده و هیدن هم که به صورت مخفی کلا نمایش داده نمیشه. که من اینو انتخاب کنم، اپلای کنم و الان دقت کنید، الان جد روی تسک بار اینجا نمایش داده شده که میتونم پرشین رو انتخاب کنم یا انگلیش رو. و اگر روی اینجا روی دسکتاپ رو انتخاب کنم و اپلای کنم، من این رو بزنم بالا، ببینید الان اینجا روی دسکتاپ، اینجا روی دسکتاپ نمایش داده شده. خب که من همون تسک بار رو انتخاب میکنم، هیدن هم که مخفی میکنه. بعد در قسمت ادوانسد کی سیتینگز هم اگه ما بتوین اینپوت لنگویج رو انتخاب کنیم و چنج کی سیکونس رو انتخاب کنیم، در قسمت اینپوت لنگویج همون میگه که مثلا برای تغییر زبان روی کیبورد چه دکمه هایی رو فشار بدیم. ما به صورت پیشفرض آلت و شیفت رو انتخاب میکنیم که زبانمون رو تغییر میدیم. حالا شما مثلا دوست دارید مثلا دکمه های دیگه رو فشار بدیم، کنترل شیفت رو میخوای فشار بدید یا مثلا گزینه های دیگه ای رو. خب این از آیتم های این قسمت. من اپلای کنم، اوکی. الان دقت کنید، الان اینجا آیکونم اینجا قرار گرفت. اگه خواسته باشید یک زبانی رو، مثلا یک زبان دیگه ای رو به سیستم اضافه کنید، از این قسمت اینستال میتونید از قسمت بروز کنید یا متصل بشید به اینجا. اینجا میتونید ببینید در واقع به سایت متصل بشید و این رو دانلود کنید، اینکه بروزش کنید. خب بعد دیگه اینکه در قسمت فرمت یک سری تنظیمات اضافه تری هم داره. اینجا مثلا در قسمت تایم مثلا به چه صورت باشه، در قسمت دیت هم مثلا جا یک سری تنظیمات اضافه تری داره که میتونید اینها رو بر اساس شرایطتون این تنظیمات رو تغییر بدید. این از این. برای الان دقت کنم، اینجا اپلای کنم، اوکی کنم، برای این وارد نوتپد بشم. الان دقت کنم، پیش فرض دقت کردید فارسی بود. من اینجا آلت و شیفت رو بزنم و اینجا نوبه قد کنید، نوتپد
الان اینجا به صورت انگلیسی نمایش داده. من اینجا اشتباه تایپ کردم، میخوام وارد نوتپد بشم. خب الان اگر من تایپ کنم مثلا سلام، من اینجا خیلی هم ریز هستش، یه مقدار این رو تغییر بدم، فرمتش رو یه مقدار تغییر بدم، فونت رو وارد کنم که یه مقدار بزرگتر نشون داده بشه به سایز 20. خب الان دقت کنید، الان بزرگ شد. خب الان به صورت پیش فرض به صورت فارسی هستش که مگه از اینجا یا با استفاده از کلید های Alt و Shift میتونم زبانم رو تغییر بدم به انگلیش تغییر پیدا کنم. که من دقت کنید، من اینجا مثلا می نویسم Hello. خب پس این هم در مورد آیتم Region and Language که یک سری آیتم هایی داشت و این آیتم ها رو بر شما عزیزان توضیح دادیم.